خب دوستان، برای دیلیت و اینسرت یک آیتم از ممبر لیستمون، نکته ای که باید بهش توجه داشته باشید اینه که زمانی که شما میخواید یک آیتم رو دیلیت یا اینسرت بکنید، در این قسمت زمانی که شما اون آیتم رو سلکت میکنید نیاز داریم که آیدی اون شخص رو داشته باشیم، ذخیره کنیم که تا در عملیات دیلیت و ادیت بدونیم که دقیقاً کدوم شخص هستش که قراره دیلیت بشه یا اطلاعاتش ادیت بشه. برای اینکه بعد از هر بار کلیک بتونیم بر روی اون ممبر مورد نظری که می‌خوایم آیدیش رو ذخیره بکنیم، در ایونت هندلر مای ویو سلکشن چنج، زمانی که سلکت میشه یک آیتم، میام اینجا و آیدی رو اینجا میگیرم. ابتدا یک ور سلکت آیتم تعریف میکنم برابر با ای دات کارنت سلکت از پرسون if اگر select item مخالف مساوی نال بود، یعنی اگر آیتمی سلکت شده بود حتما اطلاعاتی رو برمیگردون. در این قسمت ابتدا میخوام از طریق دیسپلی آلارت ببینم که دوستان واقعا اون سلکت انجام میشه یا نه. تایتلش باشه پرسون و در گام بعد استرینگ فرمت بندی میکنم. Select item dot nameish به اضافه یک فاصله بین name و select item فامیلی. اوکی. اینجا یک به اضافه میذاریم. یک بار دیگه مجددا برنامه رو رام میکنم. ممبر لیست میبینید که وقتی روی یک شخص کلیک میکنم اون رو برای من اطلاعاتش رو برمیگردونه. خب پس اینجا مطمئن شدیم که سلکت ما عمل میکنه و اطلاعات مورد نیاز رو میگیره. خب
خب نکته ای که هستش، من در جدول در کلاس پرسونم آیدی رو هم گرفتم. خب خب کار دیگه ای که میکنم، ابتدا میام در بالاترین سطح برنامه هم یک int user id تعریف میکنم، مقدار اولیش رو صفر قرار میدم و برای اینکه اینجا آیدی رو دوستان به صورت موقت ذخیره داشته باشم در حافظه، از پرفرنس، کلاس پرفرنس استفاده می کنم کلاس پرفرنس دوستان به شما این امکان رو میده تا تمام تنظیمات، آپشن هایی که قراره بذارید دست یوزر که به صورت همیشگی ذخیره بشن، بعد سیو میتونید از کلاس پرفرنس استفاده بکنید. کلاس پرفرنس دو تا تابع ست و گت داره که با ست میتونید یک مقداری رو ست بکنید براش و زمانی که میخواید اون تابع رو برگردونه تنظیماتتون رو یا آپشنی که بهش دادید براتون ست بکنه. خب من اسمش رو میذارم استرینگ کیش رو میذارم یوزر آیدی و مقدارش رو قرار میدم با همون متغیری که در بالا تعریف کردم، متغیر اینت یوزر آیدی، چون یوزر آیدی بالا این هستش کانورت میکنم یوزر آیدی تو استرینگش میکنم اینجا. خب اینجا ذخیره میشه برای من اون یوزر آیدی من. کاری که دیگه باید اینجا انجام بدم اینه که حالا یوزر آیدی خودم رو که در بالا تعریف کردم مقداری بکنم با selected.idش. خب من یک بریک پوینت اینجا میذارم دوستان، چک میکنیم. زمانی که روی یک ممبر کلیک میکنم، خب ایونت من اینجا کارش تموم شد. میبینم که یوزر آیدی مقدار صفر رو داره. کانتینیو. اینجا سلک میکنه این آیتم رو، جواد عظیمی، آیدیش باید 3 باشه. خب آیدی رو برای ما اینجا بر نمیگردونه.
این بریک پوینت رو برمیدارم، مجددا ران میکنم. کنتینیو، محمد عظیمی رو سلک کرد. و مقداری بر نگردم. خب بچه، دلیل اینکه اینجا آیدی رو بر نمیگردونه این هستش که زمانی که من در این قسمت جدول خودم رو دیتا انتری کردم، آیدی رو اعمال نکردم براش. آیدی برابر باشد با ریدرم dot to string. خب از جایی که این هستش، کلش یک بار باید عملیات convert روش انجام بشه، تبدیل به int بشه. ببخشید، convert dot to int 32. و مجددا بریک پوینت هم که هستش رام میکنم. خب این بار مقدار پرسون جواد عظیمی رو سلک کرد، اوکی میکنیم. یوزر آی دی از ممبر لیست. خب دوستان، بذارید یک جور دیگه تست بکنیم. خب اینجا قراره که بعد از هر بار سلک کلاس پرفورمنس ست بکنه یوزر آیدی رو برای ما و در خودش ذخیره بکنه. برمیگردم به ممبر XML خودم در پایین ترین سطحش، اینجا یک لول تعریف میکنم. تکس بهش نمیدم، اما تکست باکسش، تکست کالرش رو برابر با نام قرار میدم. تکست کالر white font size large میذارم که بهتر بتونیم ببینیم. این رو یک نیم براش قرار میدم به عنوان lb و یک بار کدام رو ذخیره می کنم. برمیگردم به XML CSSش در قسمت initialize component، جایی که برنامه اولین بار رام میشه. lb.text رو برابر با کلاس پر پرفرنس قرار میدم. این بار متد گت رو فراخونی میکنم.
از من استرینگ کیم رو میخواد، یوزر آیدی بود و مقداری که باید اینجا بهش پاس بدم رو. یا بهتره که اینجا کانورت رو هم انجام بدم تو این T32ش کنم و مستقیما اون رو بهش پاس بدم. خب ران میکنم. الان عموما باید آخرین آیدی رو که روش سلکت شده برای ما اینجا برگردونه. یوزر آیدی کیش رو نشناخت. یوزر آیدی خب دوستان، با یه روش دیگه هم که میتونم کلاس پرفرمنس خودم رو تست بکنم، میتونم این رو از اینجا بردارم، این کدم رو، و در این قسمت جایی که سویفت ویو من دیلیت میکرد، این وکش رو فراخونی کردم، اینجا اون عملیات رو برای من انجام بده. رام میکنم مجدد. ابتدا برای یک شخص کلیک میکنم، به عنوان مثال این رو برای من در نظر گرفت. دیلیت، میبینید که آیدی 3 رو اینجا برای ما برگردون، آیتم بعدی رو سلکت میکنم، میبینید که آیتم 1 مقدارش 1 بود، آیدیش 1 بود که برای ما برگردیم. خب کلاس پرفورمنس ما خیلی خوب داره کارش رو انجام میده. تا اینجای کار رو با من پیش بیاید، در ویدیوی بعد میریم برای اضافه کردن دیلیت 1 آیتم از دیتا تیبلمون. این رو هم من دیگه اینجا بهش کاری ندارم، به کلاس ممبر میام، این لیبل رو هم از اینجا برمیدارم.